الحمد لله الذي خلق الخليقة وأعمالها وردها بنور الهداية عن الغواية وأمالها. أحمده حمد من احتسى من النعم ظلالها واكتسى سربالها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تثبت الأقدام إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله والجاهلية تشرع ضلالها، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يكثر جدالها ويضيق مجالها ويدعو رجالها حتى عرفت حلالها وحرامها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، بزرگترین کتابی که به این عالمیت، به این عالم از جانب پروردگار عالمیان فراورده شد، این قرآن کریم است که تمام علوم دین دنیوی را در بر گرفته است و مشتمل است. و در قرآن کریم هیچ موضوعی نیست که الله سبحانه و تعالی در آن باره سخن نکرده باشد. اگرچه خلاصه قرآن کریم و مقصد اساسی پروردگار عالم از نزول قرآن و از فرستادن پیغمبران این است که در این عالم باید غیر الله تعالی دیگر خدا عبادت کرده نشود و یگانه الله تعالی خودش عبادت کرده شود، این مقصد اساسی است. لیکن الله تعالی با این یک لفظ و با یک اسلوب در قرآن کریم سخن نکرده است. یعنی مثلا اگر خداوند در قرآن فقط گوید که الله تعالی را عبادت کنید، با الله تعالی چیزی را شریک نآورید، گفته همین سخن تکرار کرده هم گرد. یعنی میگوید که نماز خوانید، زکات دهید، دزدی نکنید، ظلم نکنید، گفته فقط نکن کن، با همین اسلوب اگر سخن کنند واقعا این شاید به بزرگی قرآن دلالت نمی کند. قرآن کریم عبارت از خبر و انشاء هست. یعنی قرآن کریم اگر به آیت های آن نظر بکنیم به دو گروه تقسیم کردن ممکن است، خبر و انشاء. خبر هر آیت هایی که الله تعالی در آن برای ما خبر می دهد، خواه از قصه های گذشتگان و هر چیزی که در زمان قدیم گذشت، خواه آن حادثه هایی که در آینده می شود، خواه در قیامت، خواه پیش از قیامت که از علامت های قیامت است، هر چیزی که خداوند خبر می دهد و یا تصدیق کرده می شود از جانب مؤمنان یا تکفیر، یعنی اینکار کرده میشه از جانب اونایی که به خدا ایمان دارن، سخنهای خدا دروغ میشمارن. یعنی قابل دو چیز است، یا تصدیق کردن یا دروغ شماریدن. اون چیزی که خبر است وقتی که خدا خبر میده میگه که راست گفت، یا اینکه چه خیلی که گفتیم دشمنای خدا میگن که دروغ گفت. اما دیگر نوعی کلام این انشاء هست. انشاء عبارت از امر و نهی است، کنید نکنید. یعنی چه خیلی گفتیم خدا با یک اسلوب در قرآن کریم سخن نمی کنند، اسلوب های گوناگون. چه خیلی که الله تعالی میگوید وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ. ما در این قرآن کریم با تمام معناها سخن کردیم. گاه الله تعالی قصه های گذشتگان را نقل کرد، قصه های اهل خیر را، مقصد شما نیز مانند آنها شد. گاه قصه های مردمان بد را نقل کرد، مقصد شما مانند آنها نشوید. گاه هم نتیجه کار آنها را ذکر کرد، نتیجه نیکان و بدان را که چی شد، بنابراین عبرت گرفت، از جمله نیکان نشوید و از جمله بدانش نشوید مثلا. یا اینکه
دیگر اصولوب های عجایب و غرایب که از جمله آن اصولوب هایی که امروز جزء آن را برای شما گفته بدهیم اصولوب ضرب المثل است که الله تعالی در قرآن کریم خیلی که علامه ابن القیم رحمت الله علیه بیان کردن زیاده از 40 آیت ها ضرب المثل زده است. معنای ضرب المثل این یک مثال زدن است، با مثال فهمانیدن چیزهای معنوی با چیزهای حسی است، یا اینکه معلوم کردن و داماندن و واضح کردن چیز با نظیر خودش، با هم مثل خودش. اگر یک چیز فهمیدنی مردم دشوارتر شود، با دیگر چیزی که مانند همین هست برای مردم فهمانیده دادن است. در ضرب المثل ضرب المثل ها غالبا در تمام دنیا دور می زند، یعنی می شود یک ضرب المثل در همه جا زده شود، برای اون که ضرب المثل ها غالبا مثال های عقلانی هست، نه مثال نقلانی. اگر ما به یکان کافر اگر بگوییم که خدا می گوید که جنت هست، دوزخ هست، فرشته هست، خدا هست، بگوییم شاید باور نمی کنم، برای اینکه می گوید اون چیزی که من نمی بینم باور نمی کنم بگوییم. اصلا رای باید به عقل خودشان باور میکنه، زیرا ما انسانیت عقل خودمای نمیبینیم لیکن باور داریم که در وجود ما عقل هست. وای اگر باید که ما هر چیزی که تو نبینیم باور نمیکنیم، وای باید به دیوانگی خودش شاهد شود و همزمان به مرده بودن خودش شاهد شود، زیرا ما روح خود را نمیبینیم، جسم خود را میبینیم که عبارت از دست و پا و از دیگر اعضا هستند، لیکن روح ما که هست در وجود ما و نمیبینیم لیکن میدانیم که ما عبارت از روح و از تن هستیم، و باید باز به این اقرار شود که من یک انسان مرده هستم، روح ندارم، باید نمیبینه داخل ایمان نبیارم. اینچونین هر چیزی که باید نمیبینیم تا نبینم باور ندارم، باید باید با همون معنی حالگی. لیکن مقصد وقتی که وحاو از قرآن دلیل میبرید قبول نمیکنند، باید ضرب المثل ها یا مثال های معنوی یا مادی عقلی فطرتی اصلا حیات دنیا از اون چیزی که میبیند و میدوند باید ضرب المثل زنید، تا اینکه روز قیامت دعوان نداشته باشد. خدا مقصد خدای ضرب المثل زدنش همین است. ما میگه در قرآن ضرب المثل ها میزنیم تا اینکه روز قیامت با دعوان نکنن که برای ما نفهمانیدیم، اما با قرآن باور نداشتیم، با سنت باور نداشتیم، برای چی با چیزهایی که میدانیم و میبینیم مثال آورده برای ما نفهموندی؟ گفتگی سخن ها نیامد. خدا با تمام اسلوب بهترین سخنرانی الله تعالی در این قرآن کریم صحبت کرده. خدا میگه وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. تمام معناها که سخن کریم مثال ها داریم. وكان الانسان اكثر شيء جدلا، لیکن انسان بسیار جدال کننده، مناقشه کننده، کشمکشی کننده است. اگر ضرب المثل زنیم هم باز ایمان ناآورده، باز سوال و جواب کرده، اعتراض بیان میکنه. در سوره کهف، در سوره اسراء بیان میکنه، در سوره روم خدا میگه وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ مِنْ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. در این قرآن ما ضرب المثل های هر خیله زدیم، یعنی ضرب المثل به ایمان و شرک آورد، به راه راست و راه باطل تمام نمود، حتی حیوان های و یعنی گوییم چیزی که ذکر میکنیم خزنده های و از همین چیزهای هم ضرب المثل دارد، همه چیز ضرب المثل دارد، حیات دنیای ضرب المثل دارد، مثال صدقه کننده و نفقه کننده ضرب المثل دارد، تمام چیز تمام چیز ما ضرب المثل زدیم میگویم چی شد دوامش. ولی این جئتهم بآیه، یک علامت خدای نشان که یک دلیل با قوت اگر برای اونایی که به خدا ایمان میبره اگر ذکر کنی لیقولن الذین کفروا ان انتم الا مبطلون، اونایی که به خدا باور داره چی میگفتن؟ شما باطل گویی ها هستید، شما ناحق گویی ها هستید میگفتن. جوابشان همین بود، یعنی قصه گذشتگان خدا نقل میکنن. یا اینکه یکی از مقصدهای ضرب المثل زدن پروردگار را اگر بگیریم، خدا میگوید وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ما در این قرآن از تمام ضرب المثل ها برای مردم ضرب المثل زدیم،
لعلهم يتذكرون، شاید آنها پند گیرند گفتند با امید و نیتی پند گرفتن تاثیر گرفتن آنها مزرب و مثلا حاضر دیم چه گفتیم؟ یک اصول که الله تعالی نماز خواند، روزه دارید، خدای پرستش کنید نگفت عجایب گناگون معریضه ها. بنابراین امروز از آن ضرب المثل هایی که چهره گفتیم در قرآن تقریبا 40 ضرب المثل است، برای شما 4 ضرب المثل را از قرآن کریم مختصرا ترجمه و معنی داد میکنیم، اما تفسیر و به تفصیل وسیع تر سخن کردن یعنی وقتی ما برای این کفایگی نمیکنیم. الله تعالی در قرآن کریم وقتی که ضرب المثل درباره پشه و ضرب المثل دیگری درباره تارتانک بزد، بدین ها گفتن که این چی ضرب المثل است که خدا با چیزهای پست و خسیس ضرب المثل میزند با وجود اینقدر بزرگی و عالی مرتبگیش؟ این چی ضرب المثل است؟ خدا وقتی که این سخن از آنها صدا داد، آیت قرآن کریم از سوره بقره نازل کرد، خداوند بزرگ میگوید ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. الله تعالی شرم نمیدارد که یک ضرب المثل زند با خاموشک، یعنی همین پشه خاموشک میغلمک، با همه پشه برای ضرب المثل زدن خدا شرم نمیدارد. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما دون ما بعوضه فما فوقها. ببینید خدا شرم نمیداشته است از ضرب المثل زدن به خاموشک چی پشی خرد است و ما فوقها و از آن چیزی که از خاموشک بزرگتر و کلامتر است. اینه ببینید که الله تعالی میداند که خاموشک معیده ترین تقریبا به چشم انسانیت از آن حشراتی که می نماید و ظاهر است از همه معیده ترین مخلوق همه خاموشک است. یعنی اگر پیغمبری خدا خوانده نمی توانستم، نوشته نمی توانستم، چخیر پیغمبر این سخنها رو می گویم؟ این سخن پروردگار است. ببینید که الله تعالی می داند با ما چخیر سخن کنم. گفت که الله تعالی وقتی که در باره پشته و تارتانه گفتد شما عیب کرده، الله تعالی می گوید که از این از پشته که خوردتر از خاموشک مانند خاموشک و از خاموشک بزرگتر ضرب المثل ها را خدا میزند برای فهمانیدن حق از باطل، لیکن خدا شرم نمیدارد. گفته الله تعالی سخن کرد. سپس در دامش گفت که هم الذین آمنوا فیعلمون ان الحق من ربهم. اما آنهایی که ایمان آوردند به خدا آنها میدانند که این ضرب المثل از جانب پروردگار است. و اما الذین کفروا، اما آنهایی که کافر شدند، فیقولون من ذا اراد الله بهذا مثلا، خدا چه نیت دارد با این ضرب المثل؟ وقتی که خدا ضرب المثل میزند اهل بدین ها میگفتند که خدا چه مقصد دارد با این گونه ضرب المثل ها؟ گفته همین خل اعتراض بیان میکردند. خلاص ضرب المثل اولی که الان برای شما تلاوت میکنیم در سوره اعراف آیت های 176 و 177 آمده است که الله تعالی در این آیت و در باره آن شخصیت هایی که برای آنها پند و موعظه فایده نمی دهند، نصیحت کنید، نصیحت را قبول نمی کنند، در باره آنها الله تعالی ضرب المثل زد. ضرب المثل 4 ضرب المثل که امروز انشاءالله برای شما ذکر می کنیم. یکی ضرب المثل با دوی آن ضرب المثل با حیوان و دوی دیگر ضرب المثل با حشرات است. یکی آن ضرب المثل ها ضرب المثل با سگ، دیگری ضرب المثل با خر، سیومین ضرب المثل با تارتانک، چهارمین ضرب المثل با پشه. خدا این چیزها رو در قرآن کریم ذکر کرد که حقیقت این دلالت به بزرگ بودن قرآن کریم میکنه که همگی در قرآن کریم در باره علم حیوان نیز 12 آیت از جانب پروردگار عالم ذکر شده است. 12 آیت
درباره علم حیوان شناسی. در ما چخیلی که در صحبت های گذشته ذکر کردیم، علم ها خواه علم های دینی هست خواه دنیوی، همه آن از روی شریعت محمود است. زیرا کدام نمودی علم ها را اگر شما بگیرید و بخوانید با ایمان، و این شما را با ایمان اتون گشته زیاد میکنند. اگر علم طب را خوانید، این اعضایی که خداوند بزرگ آفریده است، انسانیت را در یک بهترین صورت آفریده است، هر روز به بزرگی سازنده این جسم ایمان شما زیاد میشود و دیگر کاری ندارد. ببینید، یک اگر دندان شما اگر در کند، با چند جا دندان پیوستی دارد. اگر این دندان را بکنید، به جاش دیگر چیز مورد منزده تعام نمیفهمید. اینمین اگر یک دندان چخیلی که پیغمبری خدا افتن درد کند، تمام اعضاها بیدار نشینی میکنند و به درد این شریک است. وقتی که به عضوهای انسان مشغول میشود، طبیب روز از روز ایمانش به یگانگی پروردگار اضافه میشود و زیاد میشود. همین گونه کدام نمود علم دنیوی را اگر تعلیم بگیرند، او اگر شخصی به انصاف و شخص ایماندار باشد، وای فقط به بزرگی پروردگار روز از روز در حیرت میماند. مثلا این دو ضرب المثل که الان برای شما میگویم، ضرب المثل با حیوان است. یکی سگ و دیگری سگ، یکی سگ است دیگری حیوانی که خدا او را خر میگوید، حمار است و بسیار آواز گوش خراش دارد. این دو هست. حقیقت وقتی که به این نظر کنیم، در این آیات ها علم حیوان شناسی هم دیده می شود، غیر این که با خدا در ضمن این ما و شما پند می کند، موعظه می کند، با در داخلش علم دنیوی هم دارد. خیلی که کدام روز درباره خوک از کتاب حیوان کبرا برای شما صحبت کرده بودیم. حیات حیوان کبرا این فقط درباره حیوانات است، علم حیوان شناسی است. لیکن اگر با دقت بخوانید، حقیقت به بزرگی خدا و به بزرگی شریعت بازگشته حیرت شما زیاد میشه. درباره خوب گفته گذاشتیم که خوب کی پیدا شد. وقتی که نوح علیه السلام در بالای کشتی بودند و تقریبا میگن 30 سال در کشتی اینها باقی ماندند. 30 سال وقتی که در کشتی باقی ماندند، در حقیقت حیوانایی که در طبقه اول کشتی بود از خود نجاست میبروردند و کشتی رو بوی بد فرا گرفت. خداوند به نوح علیه السلام وحی داد که به دومی فیل بزنند. وقتی که دومی فیل را زدند، الله تعالی از زیر دومی فیل، بینید از کجا؟ از زیر دومی فیل، از آنجا که نجاست میبراید، از انهمون نجاست، خداوند یک خوکی مرد و یک خوکی نارینه، یک مادینه و یک نارینه آفرید. از یک چیزی پرید. سپس خوکی نر و خوکی ماده برای خوردن نجاست های حیوانات شروع کردن، کشتی تازه کردن. بنابراین مقصد آفرینش خوک این تازه کردن جنگل ها هست. اگر خداوند همون مخلوقات هایی که در جنگل آفرید، همین خوک و خوک ها، همون حیوانات هایی که در جنگل که زیاد هستن، همه آنهای نجاست و سرگین های افلاسی های آنهای خوک میخورد، جنگل همیشه تازه میسید. اینه خدا با همین مقصد آفرید. چه خیلی که مثلا دیگر حیوان های مقصد دارد. حتی بعضی انسان ها میگوید آخم خوک هم آخر خلق خدا هست، برای چه آفرید است اگر حرام باشد؟ آیا این حرام است؟ آفرید برای جنگل آفرید، نه برای اینکه بهترین انسانش، پاکترین مخلوق پروردگار که انسان است، نه اینکه برای اینکه انسان های تناور. برای انسان خدا گوشت گوسفند آفرید، گوشت آهوی آفرید، گوشت پرنده های آفرید، نه اینکه همین گوشت حیوانی که برای خودش از نجاست پیدا شد و یا آن چیزی که میخورد عبارت از نجاست است. اگر علم حیوان شناسی اگر خواند، این از علم قرآن بیرون نیست. مثلا در همین کتاب حیوان حیات و حیوان کبرا میگن که خوک ها در سن 6 ماهگی علاقه حامله دار میشن. خوکی تولد شد، علاقه در 6 ماهگی حامله دار میشن. در بعد 6 ماه دیگر و در بعض کشورها میگن در بعد 4 ماه علاقه تولد میکنن. بعد 4 ماه تولد میکنن، 20 کودک تولد میکنن در یک شکم.
امثل حیوان، حیوانی بسیار معصومترین در عالم همین خوک است و عبارت از دو بلکه از سه حیوان ها مانند است. خوب به سه حیوان ها مانندی دارد، به حیوان های شاخدار مانندی دارد، برای اینکه او دندانی دارد که از دهانش بیرون است و بینید با قوت است میگن میتوند مقاومت کند با حیوان های شاخدار، یا از این جهت مانند کردن ممکن است به حیوان های درنده، زیرا که باید میتواند موش بخورد، میتواند گربه بخورد، درنده هست. از دیگر جهت میتواند مانند کرد به حیوان های چی؟ به حیوان های علفخور مانند گاو و دیگر چیزا، برای که علف هم میخورد و بدبخت تمام چیز میخورد، علف هم میخورد و پایهایش تویاق دارد، یعنی مانند حیوان ها اگر به حیوان ها مانند کنید. از یک جهت شباهت به انسان هم دارد، پوستش مانند پوست انسان است. پوست انسان چطوری که از گوش علاهیده مانند پوست گوسفند و گاو جدا نمیشود، پوست خوک هم با گوشتش آمیخته است، چسبیده است. لیکن این یک حیوان، پلیدترین حیوان که خدا در قرآن کریم ما را از این خوردنش حرام میکند. وقتی که درباره همین معلومات ها میخونید، حقیقت میگوید که برای بیهوده خدا این حرام نکرده است. میگوید وقتی که دربارش معلومات میخونید، زیرا خصلت های بد دارد. حتی میگوید که نارینه خوب اگر با بالای مادینه اگر بی جهد و خیص بکنند، شاید میگوید چندین کیلومترها خوک مادینه و نارینه در نمین حالت راه میگردد. حتی یک انسان از قفا اگر بیاد ازی پای آنها رو بیند، میگوید در دنیا حیوانی شش پایه هم بود است. میفتند بسیار اخلاق های بد، اینش علفخوران راه می رود، اینش در بالاش چگونه کارا می کند، بسیار حیوان بی آداب و بی اخلاق و همه طرفه، یعنی حیوان بد است. وقت مقصد آفرینش هم چخیلی که بعضی رو مفته میکنست و لغاب خوک جوراب جنگل است، مقصد تازه کردن جنگل. بنابراین چخیلی که گفتیم یک علمای اسلام که مشغولیت با چنین علم هستن، زغل و نجار عالمه، این کس وقتی که به بریتانیا رفته درباره خوک معلومات بده که حیوان نجاست خور است، آنها برای مات کردن و لات کردن عالم اسلام میگن که ما خوک داریم نجاست نمیخورد، و ما یک خوک گرفتیم در جای تازه آزاده کلام کردیم و فقط برای و چیزهای تازه آزاده پاک انسان میخورد، دیگه چیزهای دادیم که پای اینکه چیزی بده دیگه نظرش نگیرد و نخورد. و یکم کس که اگر جدال و کشمکشی کنیم و وعده خوک هم ایسال بیاریم که من خوک ما تازه خور پاک است. وقتی که میبرن به نزد آن خوک، با برابری واخوردن خوک اولین حالتی که ما چشم به خوک افتید در همه حالت نجاست خودش رو میخورد، نجاست خودش که خودش میده، ما همون خورده ایسال بود که ما رفته مانده میده، دیگر سخن نکردن. برای اونکه خداوند اینه طبیعتاً و فطرتاً از همه محبوبترین چیز برای ما نجاست هست، از همه چیزی که ناز میبینن این نجاست هست. بنابراین خداوند با همین مقصد به آفریده است. وقتی که طالبین که من امروز مکتب ها شروع شد و درس میخواند، فهمید زالاگه میخواند، هر یک حیوانی که میخواند با گشته برای چی خداوند رای حرام کرده کشه باید میخواند. همین گونه قرآن کریم همگی 774 آیت، در 774 آیت اون درباره علم های دنیوی سخن کرده است. مثلا 21 آیت درباره علم زراعت سخن کرده است، 10 آیت درباره نسل بشریت، درباره علم نسب و قشره های انسانیت، گوناگونی آنها چگونه مثلا زرد و سفید و سیاه و ملت های آنها سخن کرده است. در 73 آیت قرآن کریم الله تعالی درباره جغرافیا سخن کرده، در 61 آیت درباره فن ریاضیات یعنی ماتماتیک سخن کرده، در 26 آیت درباره فن علم بیولوژی الله تعالی گفته، 36 آیت درباره تاریخ این جهان سخن کرده است الله در قرآن کریم، در 36 آیت، و در 100 آیت درباره علم فلک سخن کرده است، آفتاب شناسی و ستاره شناسی و ماهتاب و قبط های آسمان و درباره این چیزا سخن کرده. 262 64 آیه درباره علم فیزیک الله تعالی گفته است،
29 آیت در علم خیمی گفته است. آیت درباره علم تیپ سخن کرده است. درباره علم هندسه، درباره ساختمان خدا گفته است. بهترین نمود ساختمان خدا در قرآن ذکر کرد. وَلَقَدْ خَلَقْنَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. در حقیقت ما هفت قبط آسمان و هفت قبط زمین را در شش روز آفریده می‌گوید خدا. ببینید ما یک مسجد چندین ماه‌های روزها می‌سازیم، یک مسجدی کوچک. خدا می‌گوید ما هفت قبط آسمان، هفت قبط زمین را در شش روز آفریدیم و ما مسنا من لغوب، ما مانده نشدیم. همین قدر اماراتی بزرگ کردیم و خسته مانده نشدیم. می‌گوید ما اگر چند ساعت بالبالی هم اگر کار کنیم خسته میشیم. خدا می‌گوید ما خسته نمیشیم. با خدا میگه که خلق سبع سماوات، خداوند هفت قبط آسمان آفرید بغیر ستونی که شما میبینید. بی ستون آفرید یک معنوش، دیگر معنوش ستون دارد و که شما نمیبینید، رفته نمیزنید. اگر رفته ستون داشته باشد شما ستون رو نمیبینید. بی ستون که آفرید با همون خیلی ستونی که رفته نمیزنید، شما رفته اون ستون دارد، یعنی برای شما خلال نمیرسد اگر رفته ستون داشته باشد. دو معنا دارد سخنی پروردگار. به ستون آفرید، این خیلی هندسه از کجا میآید؟ همین گونه الله تعالی در تمام علمهای دین و دنیا در قرآن کریم سخن گفت. خلاص با ضرب المثل شروع میکنیم، از موضوع دورتر رفتیم. خدا میگوید درباره آن شخصیتهایی که آنها پند و نصیحت را قبول نمیکنند، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَا بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. خدا یک شخصیت در نظر دارد و که معنا و مقصدش عام است. یک شخص کتاب تورات گرفته است، خوانده است، علم پیدا کرده است، لیکن با عمل نکرده است. پس دروغ است، همش باور نکرده است. خدا میگه لیکن معلومات زیاد حاصل کرد، علم گرفته است، چندین سال مشغولیت با کتاب شد. اگر خود ما خواهیم او را مرتبش بالا میبرداشتیم. ولکنه اخلد الى الارض، لیکن وی خودش را به پایان زد و به هوای نفسش پیروی کرد. ما آدم کتاب خواند و عمل نکرد، خودش به خودش نخواست بالا رفتن، زیرا خدا مرتبه همون شخصیت را بالا میبردارد که به علمش عمل داشته باشد. اگر عمل ندارد وی الله تعالی مرتبه بلند نمیدن. بنابراین خدا گفت که اینو ما خواستیم بلند کنیم، لیکن خودش به پایان زد، عمل نکرد. پس مثالش چی هست؟ مثالش تمثلهو کمثل الکلب. مثال این شخص گفت در زمان موسی گذشته بود، مانند سگ است. مثال این شخص مانند سگ است. این تحمیل علیه یلهد او تترکو یلهد. اگر گفت به سگ حمله کنی یا سگ زنی به تو چی میکنم؟ زبانش رو از دهانش میبرارد، تنسلیمش میکنم، زبانش رو براورده نفس میکشم. او تترکو یا لحد، یا اگر به سگ کاردانش رو ایامش گذشته رو بیام با همین زبانش رو براورده تنسلیمش میکنم. اما قتیبه رحمت الله علیه در تفسیر آیت گفتیم که سگ اصلا انسان همون وقت زبانش رو براورده تنسلیمش میکنه که اگر مانده شده باشه یا سخت تشنه مانده باشه. سگ گفتن اگر آرام باشد هم زبانش میبرارد هنسرمش میکنه، اگر مانده شد و خسته شده که باشدم، اگر سیر باشدم گروسنه باشدم، تشنه باشدم و آب سیر باشدم، زبانش همه وقت براورده هنسرمش میکنه. زنی هم هنسرمش میکنه، آرام گذاری هم هنسرمش که زبانش میبرارد. مثال این گونه انسان میگد خدا مانند سگ است. این تترکو یلحد، اگر این تحمیل علیه یلحد، اگر زنی زبانش میبرد رب مانند خسته شده، اگر نزنی و کاردار نشویم همین گونه است. این انسان نصیحت کنیم سخنی تو تاثیر ندارد، نصیحت نکره، یعنی اگر رفت و پند و معویزه کنیم، عجایب سخنهای بیارید، دلیلهای قاطع و حجتهای روشن ذکر کنیم، باید پند نمیگرد و ایمان نمیگرد و همون گمراهیش که نمیستم. اگر راست را حد کدی گروهی باید با کاردار نشویم همین گمراهیش که نمیستم. این آورا میشم چه خیلی که خدا گفت بعض انسان های حاجتی امری معروف نصیحت ندارد، زیرا که خدا نیز دوزخ آفریده است و برای دوزخ نیز وعده داد که لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ،
قسم به بزرگی هم که گفتم جهنم هم جنت هم پر میکنم انسان و جین ها بوده. یعنی خدا به دوزخ وعده داده است که پر میکنم. بنابراین بعضی عالم ها از همین آیت فهمیدن که سگ همیشه زبانش میبرآورد است. مثلا که مومند تر همه حالات هم دو زبانش برآورده که مومند خسته شده که بعد بینم را هست بوده. دیگر آیت درباره سوره البته این وقت کم است با تفصیل بیان میکنم. در سوره جمعه خداوند در این آیت ضرب المثل به اهل تورات زده است. خدا میگوید که مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثالی آن شخصیتایی که کتاب تورات داده شدند سپس به آن کتاب عمل نکردند مانند خر هستند. یحملوا أسفارا مانند خری که در بالای خود کتاب ها برداشته میگردند. اگر بر بالای کتاب بر بالای خر اگر ما شما کتاب بار کنیم قرآن و سنت و کتاب های بخاری و امام اعظم و امام مالک و بزرگان ملت اگر کتاب هاشو بر بالای خر بار کنیم آیا خر ایمان فضیلت دارد؟ آیا خر میتواند ما رو نصیحت کند؟ آیا خر میتواند عمل کند؟ هیچ بیفایده است در بالای خر بودن کتاب. بنابراین خدا میگوید که آنهایی که کتاب داده شدند علم داده شدند و به علم خود عمل نکرده این مانند همون خری که در بالا کتاب دارد و علم ندارد و فقط همون مانند خری که در بالا کتاب بردارد بوده ضرب المثل زد. بنابراین شاید سعدی رحمت الله علیه میگوید که علم هرچند بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی نه محقق بود نه دانشمند چار پای برو کتاب چند. این همین اصلا آیه اقتباس گرفتم. نه محقق بود نه دانشمند عالم نمیشد آن مانند چار پای که در بالای کتاب چند دار کرده. خدا در این بینید منظر بود مثلا مثال عالمی بی عمل است. علم دارد عمل ندارد مثلا یک خری که در بالاش کتاب دارد. خدا ضرب المثل میزنه. دیگر ضرب المثل خداوند بزرگ ذکر میکنه درباره چی است؟ درباره تارتامک است. یک حشرات هست شاید نظر ناگیر است. خداوند یک سوره را به نام این سوره ها عنکبوت در لغت عرب تارتامک به معنی عنکبوت است. تارتامک خداوند میگوید که مثل الذین یدعون من دون الله مثال آنهایی که مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل عنکبوت مثال آنهایی که خدا را ترک کرده الله تعالی را یکسا گذاشته دیگر خداهای باطل برای خود خدا گرفتن بت عبادت کردن سنگ عبادت کردن آتش عبادت کردن ماهتاب و آفتاب عبادت کردن کمثل العنکبوت خدا مگر مانند تارتانک است. مثال آنها مانند تارتانک است. اتخذت بیتم تارتانک خانه ساخت و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت. خدا میگه در دنیا از همه نازکترین و بی‌قوتترین و بی‌وفادارترین خانه تارتانک است. ببینید اگر شما علم حشرات خانه باز ایمانتون به خدا زیاد میشه که خدا از شما داناتر است. خدا یه باره جواب قاطعانه داد که در دنیا دیگر خانه نیست. این یه باره علم ساختمان هم هست. از همه بی‌قوتترین خانه تارتانک در دنیا تارتانک خانه ساخت. از همه بی‌قوت‌ترین خانه تارتانک است. وظیفه خانگی رو اجرا نمی‌کند. از گرمی نگاه نمی‌دارد، از خنکی نگاه نمی‌دارد، از چشم مردم نگاه نمی‌دارد. چی خانه است؟ خدا میگوید مثال آنهایی که خدا را مانده الله هم مانده دیگر خداهای باطل عبادت میکنند مانند خانه تارتانک. چیگونه ای که خانه تارتانک وظیفه خانگی را اجرا نمیکند همین گونه این خداهایی که شما خدا اعتقاد کرده عبادت میکنند وظیفه خدا اجرا نمیکند. این تومارهایی که در گردن دارند وظیفه خدا اجرا نمیکند. اینها از مردم چشم دور کردن نمیتونند. هم حالی بسیار خانه های نماز خانه ها در ماه رمضان آمده همیشه آنها قلمفور های آبرشت هم آمده گویه باید چشم مردم هم نیمان وزیفی خدایی قلمفور ها کجا میتونه دیرا کرد. بنابراین این از ضرب المثل خدا. حتی همین آیت باید
عجایب علمی حیوان شناسی دارد که قسم به نام خدا که 1400 سال بلکه تا الهمین 100 سال آخر پیشینه عالم ها یه حیوان شناس و زالار نمیدانستن که تارتامه که فقط مادش خانه بافته میتونن نمیدانستن برای چی؟ در زمانهای قدیم جیهانز و اپلت ها نبود؟ تارتامه که راها اصلا نادینه نرینشی نمیتونستن فرق کنن حالا مانده است که جدا کنن که کدام یا آنها خانه میسازد خدا گفت که اتخذت بیتم تارتانک خانه ساخت گفته تارتانک سیغه زنانه که ذکر کرده در قرآن کریم زیرا در لغت عرب سیغه مردانه است و سیغه زنانه هست چخلی که در زمان روسی هست مثلا سیغه زنانه که ذکر کردی تارتانک خانه باف گفت سیغه زنانه شکتی عالم ها حیران میشنن که برای چه در بالا وقتی که در باره تارتانک سخن کرد سیغه مردانه که سخن کرد این جواب دیگه سیغه زنانه که سخن کرد گفته حیرت میزدن عالمان قدیم علمی نحو و علمی عربی لیکن نمیدونستن که مادش نادینش میبافد امروز در عصر 21 به سبب ترقیات به سبب برآمدن عبارت ها فهمیدن که مادش میبافد از خانش ببینید قرآن کریم در باره علم حیوان چونی معلومات داد که اینها نمیدونستن تا این زمان برای چی خدا میدونست اینها برای اینکه خدا آفرید حیوان برای اینکه همه علم های دنیوی را هم آفرندش پروردگار است اگر علم جغرافی گرید از عبارت از قشرهای زمین و تمام اطراف دنیا باشد به کی ساخت؟ خدا ساخت اگر درباره علم ستاره شناسی خواند ستاره کی آفرید خدا در قرآن یک سوره به نام نجم نام ستاره ها یک سوره به نام آفتاب نام یک سوره به نام ماهتاب نام کی دانوتر است؟ آن ذاتی که این مخلوقات را آفرید او دانوتر است؟ یا ما مخلوقات دانوتریم البته خدا دانوتر است بنابراین کسی که علم دینی را نیز از قرآن میخواند با معلوماتش وسیع‌تر میشد که از کی میآموزد؟ از صاحب همین مخلوق میآموزد یک بار از منابع اصیل از ادبیات اساسی سرچشمه بزرگی تمام علم دین و دنیا قرآن کریم دیگر آخرین ضرب المثل که صحبت رو به آخر میرسانیم خداوند در قرآن کریم میگه ضرب مثلا فاستمعوا له یا ایها الناس در بدایه داشت که ای مردم گفت ای مسلمان ها نگفت ای مردم گفت برای آنکه این سخن به غیر مسلمان ها دخل دارد اساسا یا ایها الناس ای مردم ضرب مثلا فاستمعوا له یک ضرب المثل زده شد شما گوش اندازه گفت ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له آنهایی که شما عبادت میکنید الله تعالی را یک سو مانده دیگر چیزهای برای خود خدا گرفتید و عبادت میکنید درخت و سنگ و غار و کوه و دیگر چیزهایی که شما هیکلهایی که عبادت میکنید لن یخلقوا ذبابا وان اجتماع الاها پشه خلق کرده نمیتونم به خدا خدایی که شما خدا اعتقاد میکنید و عبادت میکنید یک پشه آفریده نمیتونم بلکه تمام دنیا با تمام قدرتش و ترقیاتش نمیتونه یک پشه آفریده تمام خدایی که شما عبادت میکنید الله تعالی رو یک سو بودم خدایی عبادت میکنید همه آنها یک پشه آفریده نمیتونم اگر یک جو جمع شوانم جمع شده هم نمیتونم اگر رفت تو جمع شوانم یک پشه آفرده نمیتونم سالی گفت که و ای یستنقید و ای یسلوب هم و زباد و شیعن لا یستنقید و همی اگر رفت و پشه آمده از آنها یکان چیز دزدیده رود از نزد آنها گران برود لا یستنقید و همی از پشه همون چیزی خدا شروع کشته گرفته نمیتونم این درباره چی؟ اینها در نزد بود آورده قربانی میکردند مثلا گوسفند قربانی کرده میموندن پشه ها آمده خونش گران میگرد یک گوشتش کمک کنده گران میگرد خدا گفت که پشه آفریده نمیتونه تا لیکن این پشه ای که من آفریدم اگر آمده چیزی شما رو دوزده برای کشته گرفته نمیتونه تا لیستن قیده هم این ها کشته گرفته نمیتونه تا لهم فقطانی بول مطلوب عابدم ضعیف است معبودم ضعیف است یعنی همه آدمی که بود عبادت میکنند هیکل عبادت میکنند و یه مخلوق ضعیف است که حتی تمام خوردش این را اصل و قیمه کتون اگر پشه گران گریزد
خدا گفته هم پشت اصد و قایم اکتون رو گشته کشته گرفته نمیتونه تا پشت رو کشته نمیتونه تا نگفت برای اینکه ممکن تا نمیمون از منه با اپارات ها برون بس نیه قبلیت نکشید پشت خدا گفته پشت رو کشته نمیتونه تا نگفت از پشت همون چیزی که اشما دوز دید مالی شما گران برای کشته گرفته نمیتونه تا شما اونم ضعیف اگر رفت و اعلم پیش خداهای شما گرام گرزد خداها تونم سرونده احبشه چیزی پیش ولی به آوردیگه کشتی گرفته نمیتونم شما مشرک پیش خداش رو به امید آورده من قربانیشه و اگران چیز بشه پشتا بوده از نظر خدا چی ما به خدای گرام گرفته و خدا نتونست اقل اعلم پشتا کشته گرم نه پشتا آفرده تامر نه احبشه چیزی پیش خودشان به گرام گرفته گشه قدر کشته گرفته تامر و عنفت تالی با اول مطلب هم شما ضعیف هسته هم همون خدایی که خدا اعتقاد کرد عبادت کرد و یه هم ضعیف هست ببینید ضعیفترین مخلوقی که ما آفریده پشه هست شما چنی همون پشه قدرت ندارد و برای چی اینقدر کلام گریه میکنید برای چی به نظر خدا سری فرود نمیارد برای چی نماز نمیخواند برای چی دین خدا را حقارت میکند برای چی خدا را حقارت میکند برای چی پیغمبر خدا را حقارت میکند برای چی دین اسلام تحقیر میکند برای چی این دین اسلام و سخن خدا هست؟ برای چی تحقیق را شما هیچ قدرت ندارید؟ گفته الله تعالی ضرب المثل زد و مقصد ضرب المثل و مثل زنیش ملایم شدن دین مردم فهمیدن مردم شریعت اسلام شاید ما درست این کلام رو خدای فهمانده نتونسته برای شما لیکن اگر حقیقی عالم باشد این قرآن فهمد باید به یگانگی خدا ایمان بیارد به این دین اسلام قائل بگردد بیاوریم بازگشت به سوی خدا کنیم بازگشت به سوی قرآن کریم کنیم که علم دین و دنیا به مناسبت من سرچشمه مکتب است علم دین و دنیا در داخل این کتاب است محترم جماعت باید به این کتابی قرآن کریم کتاب بزرگ است این فقط در ماه رمضان نیست در دیگر ماه ها تلاوت بکنیم و نشه وقتی فقط خوانیم و معنوشه نفهمیم و مانند همون ضرب المثل که در بالا گذشته مانند اون نشیم و هم فهمیم و هم عمل کنیم و برای این همه گفته ها الله تعالی برای ما توفیق بندگی دهد و عمل کردن الله تعالی نصیب روزی گرداند و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.